به اورلینیه صحبت کنیم. راجع به اورلینیه که بندازی، حالا راجع به کل اورزاد صحبت کردیم، ولی بگیم به چه معنا اورلینیه فرم میسازه. یعنی بحثمون این بود که ما گفتیم اورزاد مسئله اصلی اورزادسه، ولی اون چیزی که فرم میسازه برخلافه. ما اگه بریم سراغ در واقع باسبقشون، سراغ دوسلدو، اگه بخوایم مبنای تقسیم رو باسبقشون بگیریم، تقسیم اتفاق نمیفته، بعدا گیر میکنیم تو همون نگرش رانویی، یعنی با فونکسیون طرف میشیم. ولی اینجا ما میخوایم ببینیم که چجوری این اورلینیه به این کوچیکی خودش میتونه زایای فرم باشه. حالا برای این که من از بعضی دوستان که گراف شنکر رو بلدن عذرخواهی میکنم، برای بچه های جدیدتر یه چند تا نکته راجع به این که اصلا ما چجوری گراف ها رو بخونیم، چه اینقدر پیچیده نیست، یعنی بعدا هم خودتون میتونیم بخونین، یه چند تا نکته بگم. و اینکه کلا هم حالا مثلا خیلی انگلیسی زبان ها پیچیده میکنن، یعنی میگن که مثلا خود مقدمه این خام شد این خوب بزن بزن مقدمه مترجم این کتاب، این مقدمه انگلیسی هم میگه که شما شنکر رو فقط میتونید از طریق یک آدمی که شنکر بلده، یعنی برین کلاس پیش یک آدمی که یا شنکر رو دیده از نزدیک یا با واسطه در مکتب شنکر کار کرده میتونید یاد بگیرید. در صورتی که حالا معلوم نیست الان من خودم چه شنکر بدم، ولی من اون چیزی که بلدم بخاطر شجاعت این پیدا کردم روش لکچر بذارم خودآموز بوده، یعنی همینجوری با اینا بر رفتیم و فهمیدیم چی به چیه. و هیچ کتاب دست دومی هم وجود نداره که شما رو ببره سراغ شنکر، خب از طریق همین خود مطالعه آثار شنکر. ولی خب به هر حال الان یه چیزی پیچیدگی های اینجا هست که بد نیست مثلا برطرف بشه. چند تا نکته مثلا بگیم. یکی این که امروز نوشتم که اینو چی باز پیش مسئله ببین، اگه شما اورزاتس دو تا وجه داره، یک باسبقشونگ که پایینی است، یکی بالایی که بنیاد خطه. به بالایی میگفتیم بن خط، یه مروری بکنم، به پایینی میگفتیم بن باس، یعنی باس بنیادینی که اگر شما هر قطعه تونالی رو با هر شکلی از کروماتیزم بخواین فشرده کنین در نهایت به این میرسه. حالا ممکنه حد فاصله سل تا در واقع 5 تا 1 مثلا بیفته توی 10 میزان پایانی قطعه و 100 میزان اکستنشن این 1 تا 5 باشه، میخواد نه، این در واقع طور دیگه ای تو اثر در واقع پراکندگیش طور دیگه ای باشه. خب بنیاد خط هم گفتیم یه چیز غیر طبیعیه، یعنی اساساً پایین روندگی در طبیعت وجود نداره و ملودی بنیادینه که شما هر خط، حالا اینم که میگم ملودی بنیادینه یعنی چیز نیست، لزوماً سوپرانو نیست، بیشتر اوقات اتفاقاً چون ما پیدا کردن ما نمیتونیم مثلا رپرتوار خودمون رو گاهی اوقات که نمیتونیم پیدا کنیم، دلیلش اینه که میریم سراغ سوپرانو ترین حالت. نه، نکته این اورلینیه اینه که شما بعد برید سراغ لاین آلتو بیشتر، حالا مثلا تو اتود شوپن نشون میدیم، چون در واقع شما بعد برید سراغ نوت باس یا فاندامنتال بالایی. ما در واقع دو تا فاندامنتال داریم، این خودش یک نوت باسه، چون روی این شما وقتی مثلا فرض کن آکورد سوار میکنی، کلی جزئیات اضافه میکنی، اینا در واقع هارمونیکای این محسوب میشن. اونجا هم که مثلا من الان مثلا تو مثال اتود شوپن میخوام برگردم، مثلا دوره مینی سو سو سولا سو، مثلا میخوام تحلیل کنم اورلینیاشو. خب ولی وقتی که شما مثلا از یه جا به بعد میری جلوتر تو سوپرانو داری دنبالش میگردی، گمش میکنی، به خاطر که بعد بری توی پایین ترین لایه خط بالایی. حالا این ولی به هر حال شنکر داره به ما میگه که آقا این بنیاد خطه که من به شما نشون میدم، حتی آثاری هستن که خیلی خیلی بلندن ولی عملا یک فرم اندیوایدد دارن. چرا؟ چون اورلینیهشون درجه 3 تا 2 تا 1شون زود خرج شده، یعنی بینش اینترابت نیفتاده، خب این شکلی نشده. اگه ما این باس در واقع اورلینیه رو داشته باشیم که 3 2 1، اگر بینش مثلا اینطور نباشه که میبره خودش یک سکشن بسازه، بعد حالا از می تا دو یا از ر تا دو فرقی نمی کنه،
بخواد سیکشن بعدی رو بسازه. مبنای تقسیم سیکشن توی شنکه خود اوردینی است. ممکنه یه وقت هستش که شما قطعتون یکی باشه، آندیوایدد باشه. زمانیه که درجه 3 تا 2 توی یک فرایند اصطلاحاً بدون اینتراپشن یا بدون واگوریدگی اتفاق افتاده. حالا این یه سری کلیات. یه چند تا چیز دیگه هم مثلا ببینید. تمام مسئله اصلی ما سر اورلینیه اینه که این درجه 2 هست. درسته؟ یعنی درجه 2 که ما میگیم به عنوان پسینگتون، پسینگتون الان امروز متوجه میشیم که چقدر اهمیت داره. یعنی پسینگتونه در واقع ما به عنوان یه چی میشنویم؟ میفهمیمش به عنوان یه امبلیشمنت فقط میفهمیمش تو نظام هارمونیه. یعنی در واقع اون زمانی که ما داریم تو روساخت داریم از امبلیشمنت حرف میزنیم، از پسینگتون حرف میزنیم. پسینگتون کارکرد اصلیش اصلا پسینگ بودن سکشن ها به هم دیگه است. به خاطر همونم اگر شما این اورلینیه رو، این درجه 2 رو از منظر اینکه میرو داره به دو وصل میکنه نگاه کنید، میتونید بهش بگید پسینگتون. اگر شما بیاید این وهله رو مقیاس قرار بدید، میتونید آپاژیاتور بفهمیدش. اگر این وهله رو قرار بدید، میتونید دو تا همسایه بفهمیدش. یعنی اتفاقاتی که به لحاظ ساختاری میفته توی اثر، توی لاین اورلینیه اثر، همش وابسته به این درجه 2 و مقداریه که داره خودش رو در نسبت با 3 و 1 خرج میکنه. حالا بعدا اگر از 6 هم مثلا داره بیاد تا 4، باز هیچ فرقی نمیکنه، همین فانکشن رو داره. خب حالا چند تا نکته راجع به گراف شنکری، راجع به اورلینیه بس شد دیگه.